خب سوال بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم بچه گفته ریشه مثبت معادله زیر را طوری بیاید بچه گفته ریشه مثبت پس احتمالا ریشه های منفی هم داره که شرط داده شده برقرار باشد با چه روشی همون روش دو بخشی جلسه قبل ادامه همون هستش خب حالا بچه ها ببینید تو چه بازه ریشه مثبت از صفر تا بینهایت من بازه رو چجوری باید انتخاب بکنم شما باید اینو با قضیه بولزانو بیاید پیدا بکنید ساده ترینش همیشه بیاید بازه صفر و یک رو در واقع تست بکنید 99 درصد سوالات با همین صفر و یک جواب میدن میخوایم بازه ای رو پیدا کنیم که ریشه توشه دیگه صفر وقتی بذاریم میشه صفر منهای کسینوس صفر کسینوس صفر یک میشه منهای یک. یک اگر بذاریم میشه یک منهای کوسینوس یک بچه ها یک رادیان درجه نیست حواستون باشه تو ماشین حساب بعد مد در واقع ماشین حسابتون رو, رو روی اه... چی بذارید؟ روی در واقع رادیان بذارید خب کوسینوس یک منهای کوسینوس یک اجازه بدید من بزنم حدودا فکر کنم اگر اینو روی رادیان بذاریم یک منهای کسون... کسینوس یک اگر بزنیم حدودا چهل و پنی میشه خب میبینید ضرب اف سفر در اف یک منفی شد پس ما یک ریشه ای در بازه سفر و یک داریم این رو میگیریم به آ این رو میگیریم بی شروع میکنیم الگوریتم رو در واقع اجرا کردن چند تا گام باید بریم این دیگه مثل سوال قبل نیست یادتونه تو روش دو بخشی چهار تا میار گفتیم برای توقف الگوریتم تو سوال قبلی یه راهش بود یه دونه در واقع از میار بود این میارش تعداد از الان مشخص نمیشه باید بریم تو مسئله اونجا مشخص میشه خب دوباره یه جدولی میکشیم اینجا مثلا میذاریم N و چنین N دل نخواستیدم B X1 و بازه ای که میخوایم انتخاب بکنیم قدم اول A رو میدیم صفر بی رو میدیم یک X1 چیه بچه ها؟ بین این دیگه بین صفر و یک f صفر رو داریم f یک هم داریم فقط میمونه f نیم یک هم بیایم پایین تر من f نیم رو حساب بکنم f نیم میشه نیم منهای کسینوس نیم خب اینو بزنیم تو ماشه حساب حدوداً 37 76 میده خب یه عدد منفی شد بچا عدد مهم نیست مثبت منفیش برا مهمه این منفی شد اف صفر کجا دروردیم آوردیم شد منهای یک منهای یک هم که مثبت شد بازه ای رو میخوام که ضربشون منفی بشه میشه بازه نیم تا یک توی قدم دوم آ رو این دفعه میگیریم نیم بچه ها دو دوتا عددی که اینجا در آوردیم نیم و یک آ رو گیریم نیم b رو گیریم یک 75 صدم میشه وسط اینا باید بریم اف 75 صدم رو حالا حساب بکنیم خب اف 75 صدم رو بزنیم تو ماشه حساب میشه 0 1 و 3 مهم این عددش مثبت شد این مثبت اف 1 مثبت نیم چند شد منفی خب بازه ای که انتخاب میکنیم باید ضربشون منفی باشه میشه چی؟ میشه نیم تا 75 صدم اینو و بذارم با منفی اشتباه نشه میریم سراغ قدم سوم خب نکته بچه ها. آیا الگوریتم من باید توقف کنیم یا ادامه بدیم شرط توقف چی گفته گفته اندازه fxn ایکس کوچکتر از یک صدوم باشه خب ببینید من اف 75 صدم که حساب کردم شده چقدر در واقع 0 1 3 آیا این کوچکتر از یک صدوم هست خیر درسته چون این این شکلیه در واقع این از این بزرگتره پس هنوز باید الگوریتم رو این نامساوی برقرار نیست الگوریتم رو باید ادامه بدید حالا میاد تو قدم سه اینو میگیرید نیم اینو میگیرید 75 صدم وسطش میشه 625 هزارم خب باید بیم F 625 رو حساب بکنیم F 625 هزارم میشه چقدر بچه ها؟ 18 صدم منفی آیا این کوچکتر از یک صدم خیر پس فقط میدونم این منفی شد این مثبت بود 75 صدم نیم منفی چه بازه ای رو باید بگیرم 625 هزارم تا 7500 صدم درسته؟ بیریم سراغ قدم بعد اجازه جدول یکم ادامهش بدم ممکنه بچه ها نیاز باشه توی یک سوال شما ده تا تکرار این رو ادامه بدید بستگی به سوال داره خب توی قدم چهارم ما اینو میگیریم 625 هزارم میدونیم منفی هم شد بعدی رو میگیریم 75000 صدم مثبت 75000. خب این هم مثبت شد وسط این دوتا چی میشه بچه ها؟ میشه 68 75 ببینید این دوتا رو جمع کنید تقسیم بر دو کنید خب F 68 75 صد اوم رو میریم حساب میکنیم میشه چقدر؟ میشه منهای 0 8 53 بچه این از کجا شد منهای 8 در واقع 0 8 منهاش رفتم تو این فرمول اصلیمون گذاشتم فرمول اصلی چی بود؟ x منهای کوسینوس x اپهام براتون نشه این اعداد از کجا میارم اینا تمام اینها رو من چجوری حساب کردم؟ ببینید اینجا هم فرمولش هست دیگه هی میرم توی این فرمول اف ایکس هم به جای ایکس هاش این مقدارها رو میذارم تو ماشین حساب میذارم ذهنی هم نمیشه رو من عقب انجام دادم که در واقع داشته باشیم خب بعدیش چی میشه بچه ها پس شد یک عدد منفی حالا بازهی که من میگیرم باید ضرب اینا منفی بشم مثبت در منفی میشه 68 75 و 75 صدوم قدم پنجم ما میگیریم 68 75 75 صدم عدد وسطشون جمع تقسیم بر 2 71 88 خب این که منفی شد این هم مثبت شد باید بریم اینو حساب بکنیم 71 88 F 71 88 مود ماشین حساب حواستون باشه باید روی رادیان باشه میشه منهای 3 صدم بچه ها 3 صدم از یک صدوم هنوز بزرگتره آها نکته این که منفیه دقت کنید شرطش رو قدر مطلق گذاشته یعنی منفی و مثبت برامون اهمیتی نداره پس نگید منهای سه صدم یا اینجا منهای هیچده صدم که از یک صدم کوچیکتره منفی دیگه نه قدر مطلقش مد نظرمونه حواستون باشه اینجا هم همینطور قدر مطلق این از قدر مطلقش میشه سه صدوم و هنوز از یک صدوم بزرگتره پس هنوز کارمون تموم نشد فقط عددش چی شد؟ منفی شد خب این هم شد منفی پس بازه ای که انتخاب میکنیم باید چی باشه؟ ضربشون منفی باشه پیش هفتاد و یک هشتاد و هشت و صدوم خب میریم اینجا قدم ششم اینجا رو میذاریم هفتاد و یک بعدیش 7 بین اینا جمع تقسیم بر دو هفتسه، 40 خب. بچه دقت می کنید داریم به ریشه می بینید 625 68، 71، 1، هسه داریم به ریشه نزدیک و نزدیک تر میشیم. خب میرییم F 7 23 بود چه و4 زدی نگاه کنم و سه بله 44 رو میرییم حساب می F 3 44. بذارید یکم مرتبتر بنویسمش هفتاد و سه چهل و میزنیم تو ماشه حساب به ما میده منهای دو سفر هفتاد و هشت خب این عدد قدر مطلقش بله کوچکتر از یک صدوم شد پس تمام شد همینجا کافیه پس ریشمون چی میشه بچه ها؟ آخرین عددی که دیگه اینجا نمیم باز انتخاب کنیم پس جواب ما یا اون ریشه ای که تقریب زدیم هفتاد و سه چهل و چهار میشه و این میشه پاسخ این در واقع بذارید اینجا مرتبتر بنویسمش و این میشه پاسخ ریشه این معادله با چه معیاری؟ با اون معیاری که خود سوال به ما گفته بود که میگفت چی؟ میگفت خطای ما باید کوچکتر از یک باشه خب بریم سراغ سوال بعدی بچه ها. گفته ریشه معادله زی را طوری پیدا کنید بچه حالا نکته ای که وجود داره چیه؟ میبینید اینجا شرط توقف در واقع معادلمون با قبلی فرق میکنه گفته تفاضل این دوتا ریشه ای که پیدا میکنیم از یک صدام کمتر باشه خب ما چیکار کار میکنیم؟ خیلی ساده الان حالا خوبیش اینه که بازه هم بهمون داده فقط ما باید چک بکنیم حالا برای تمرین چون بازه رو بهمون داده قطعا یه ریشه داره ولی میریم به عنوان تمرین صفر بذارید منهای یک یک بذارید دو منهای یک هم میشه یک پس چه نتیجه ای می میگیریم؟ f صفر در f یک منفیه یک سی عضو بازه صفر و یک وجود دارد خب حالا میخوایم بریم در واقع ریشه ها رو پیدا بکنیم دیگه بچه من اینش رو نمی نیستم چون اهمیتی توی این سوال نداره چند تا تکرار باشه مهم اینه که شرط ما این شکلیه و بعد رو بیایم چک بکنیم خب آ رو میگیریم صفر بی رو میگیریم یک وسطشون میشه نیم اف صفر رو حساب کردیم منفیه اف یک رو حساب کردیم مثبته میمونه چی بچه ها اف نیم من الان همین جلوش حساب میکنم اف نیم بچه ها اف نیم رو چجور باید حساب بکنیم اینجا رو ببینید سوال نیم به توان سه به اضافه نیم منهای های یک خب اینو اگر بذاریم تو ماشه حساب میشه منهای های سی سد و, و هزارم باز گفتم منفی و مثبتش مهمه عددش مهم نیست این شد یه عدد منفی بازه ای که شما انتخاب میکنید باید ضربشون بشه منفی نیم و یک خب قدم بعدی اینجا رو میگیریم نیم اینجا رو میگیریم یک وسطشون میشه چقدر بچه ها هفتاد و پنج سدوم اینجا میگیم اف هفتاد و پنج رو حساب میکنیم. 75 دوباره مثل این 75 صدم به توان سه به اضافه 75 صدم منهای یک میشه 17 19 یه عدد مثبت یک هم مثبت بود نیم منفی ضرب کیا منفیه نیم تا 75 بچا اوکی دیگه درسته ببینید این مثبت در مثبت که میشه مثبت هیچی منفی در مثبت میشه منفی پس این دو تا عدد رو باید انتخاب کنیم خب بازه بعدیمون رو میگیریم نیم 75 وسط نیم و 75 چقدر میشه بچه ها؟ 625 هزار هم میاییم F رو حساب میکنیم F 625 رو توی فرمول اصلی که بذاریم تو ماشین حساب که بذاریم میشه منهای 13 صف 9 بچه ها این محاسباتی که من دارم انجام میدم همه چیش بدیهیه ماشین حسابه ولی میرید سر جلسه همه رو میبینید که محاسباتش رو دارید اشتباه انجام میدید حتما این محاسباتی که من مینیمسم هم خودتون ماشه دستتون باشه انجام بدید اگه جایی رو دارید اشتباه کنید از الان متوجه اشتباهتون بشید خب رنگو بذارید عوض کنم نیم چند شد چون منفی 75 هم مثبت 625 هزار هم منفی بازه ای که میخوام انتخاب بکنم باید منفی بشه ضربشون مثبت در منفی پس 625 هزار هم رو میگیریم و 75 صدم خب بازه بعدی اینا رو اجازه بدید من ادامه بدم خب بازهی بعدی بعدیمون چی میشه بچه 625 هزار اوم بین اینا عدد بین اینا 625 و 75 ,000 جمع کنید تقسیم بره دو کنید 68 5 میرم F 68 75 رو حساب آها بچه یه سوال من تا کجا این الگوریتم رو باید ادامه بدم؟ تفاضل دو تا ریشه ای که توی مرحله ها در میارم بعد یک صدم باشه الان تا... ریشه اینجا نیم در آوردم بعدی شده 75 صدم تفاضل اینا چقدره 25 صدم دیگه درسته پس این نشون میده الگوریتم هنوز ادامه داره چرا باید تفاضل کوچکتر از یک صدم باشه خب 625 هزارم از 75 صدم پنج... کم کنم میشه چقدر 125 هزارم هنوز الگوریتم ادامه داره تفاضل اینا چقدر میشه؟ حدوداً 600 پس هنوز از یک صدم کمتر نشده الگوریتم ادامه داره فرقش رو با سوال قبلی میبینید سال قبلی من چه شرطی رو چک کردم که ببینم الگوریتم تموم شده یا نه F رو باید حساب کردم. الان به من گفته شرط توقف الگوریتم اینه که تفاضل ریشه هایی که در میاری از یک کمتر باشه پس هنوز الگوریتم رو باید ادامه بدیم خب F6875 رو وقتی در واقع میزنیم تو ماشه حساب میشه 0 یک کمیت مثبت 75 صد هم مثبت بود 625 هزار منفی باید ضربشون منفی بشه پس 625 هزار رو میگیریم و 6875 ده هزارم خب قدم بعدی 625 هزارم 6875 عددش چقدر میشه؟ 6522 22 درسته؟ 65 22 بله F 6522 22, 65, 22. میشه چقدر؟ منهای 0611 6 11. خب یه کمیت منفی 6875 75 مثبت 625 هم منفیه ما میخوایم ضربشون چی بشه بچه ها؟ منفی بشه پس باید 65 22 رو بگیریم و 68 75 خب توی قدم بعدی 65 22 بچه ها تفاضل اینا حدودا 3 می میبینید؟ حالا ما اشاریاش خیلی مهم نیست دیگه سه، صدومه 2 صدومه اصلا هنوز به یک صدوم نرسیم 65 22 و 68 75 عدد بین اینها چقدر میشه 67 19 چجوری اینو پیدا کردم جمع این دوتا تقسیم بر دو F 67 19 بچه درسه میبینید همش محاسباته چیز خاصی نداره بازی ریاضی بیشتر F 67 رو اگر بزنیم تو ماشه حساب میشه منهای 0 2 40 900 خب یک عدد منفی شد بذارید رنگ و عوض کنم دوباره اشتباه محاسباتی نکنیم خب 68 75 رو که مثبت در آوردیم 65 22 هم منفی پس بازه‌ای که باید انتخاب بکنیم 65 22 نه دیگه این دو تا رو باید انتخاب کنیم میشه 67 19 و 68 75 خب بچه تفاضل اینها هنوز از یک بیشتره دیگه درسته؟ پس قدم بعدی ما با بازه که انتخاب میکنیم 67 19 بعدی 68 75 خب اینا رو جمع کنید تقسیم بر دو میشه 67 97 خب اینجا رو میبینید تفاضل اینها یعنی 67 19 منهای بچه چون تو قدر مطلق میزنیم مهم نیست کیو از کی کم میکنیم 6719 حدودا یعنی حدوداً که نه دقیقا میشه اینقدر این از یک کوچکتر شد پس تموم ریشه ما میشه این بارد چرا افش رو حساب نکردی؟ افه برای این بود که بیایم بازه رو بگیریم دیگه من دیگه تموم شد دیگه محله بعدی ندارم پس نیازی نیست بیام این افه رو حساب کنم ریشه من شد 67 97 حالا بچه یه نکته F 67 97 هم حساب بکنیم میشه چقدر؟ منهای صفر دو چهل و نه میبینید اگر میگفت اینو این نکته رو دقت بکنید اگر شرط رو اینجوری سوال میداد f xn کوچکتر از یک سدوم. درسته؟ فرض کنید شرط توقف الگوریتم این بود چون من f این رو حساب کردم و از یک سدوم کمتر نشده میبینی دو سدومه دیگه قدر مطلقش هم باید میگیریم پس هنوز الگوریتم من اگر قرار بود با این شرط جلو برم هنوز تموم نشده باید ادامه پیدا میکرد ولی چون سوال به من تفاضل دو تا ریشه متوالی رو گفته بود از یک صدم کمتر میشه الگوریتم من طبق اون شرط استاپ میشه و دیگه ریشه ما این در واقع ریشه مسئله هستش ولی اگر میخواستیم با این شرط بریم جلو مثل سوال جلسه ق... سوال قبلی هنوز باید الگوریتم رو ادامه میداریم که اصلا مد نظر این سوال نیست